حرفه وکالت در ایران آیا تا این اندازه مورد تهدید بوده؟ چه دلیلی داره که آمار سوء قصد به وکلا خصوصا تا دو سال گذشته افزایش پیدا کرده؟ درود بر شما جناب یزدیان و بینندگان گرامیتون. خب همونطوری که گفتید این تنها آماری است که رسما منتشر شده و آمار دقیقی نیست. ما اطلاع داریم که وکلای بیشتری از طرف نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به طور مداوم زیر تهدید و فشار هستند به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری که دارن. اما دو دلیل اصلی وجود داره که این آمار در دو سال گذشته به شدت افزایش پیدا کرده. یکی سرکوب آمدانه است که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و دستگاه قضایی در ایران به ویژه در سال 1401 و بعد از آغاز خیزش سراسری زن زندگی آزادی در ایران اعمال کردن علیه وکلا، به ویژه وکلایی که حالا به هر نحوی در احقاق حقوق شهروندان در اون بازه زمانی مشارکت داشتند یا اقدامات غیرقانونی ضابطان قضایی یا دستگاه قضایی رو افشا می‌کردند. مسئله دیگه فضایی است که به واسطه بی‌عدالتی محض و بی‌قانونی محض در دستگاه قضایی بر علیه وکلا به وجود اومده. ببینید طرفین دعوا به قول معروف تنها زورشون به وکلا میرسه در ایران. قوانین در ایران به راحتی توسط دادگاه‌ها نادیده گرفته میشن، تغییر میکنن به واسطه پول و رشوه و در نتیجه طرفین دعوا ممکن هست اون رو از چشم وکیل ببینن در شرایطی که هیچ اعتراضی در حقیقت شنیده نمیشه در دستگاه قضایی، هیچ جایی برای روند قانونی بیشتر وجود نداره، فساد بسیار زیاد هست. در نتیجه طرفین دعوا هم به شدت در این شرایط فشار رو بر وکلا وارد میکنن و هر اتفاقی که در پروندهشون بیفته اون رو از چشم وکلا میبینن. درچه من فکر میکنم این دو دلیل اصلی هست که سبب شده که در دو سال گذشته به ویژه این آمار به شدت افزایش پیدا بکنه، اگرچه که در سالهای گذشته هم ما موارد سوء قصد نسبت به وکلا در ایران کم نداشتیم. خب حالا با توجه به توضیحات شما و اینکه به هر حال در سالهای گذشته فشار بر وکلای مستقل برای قبول پرونده‌های سیاسی هم افزایش پیدا کرده، استقلال کانون وکلا هم شما بهتر می‌دونید که از سوی حکومت تهدید شده، تا چند اندازه این سوء قصدها به جان وکلا میتونه در نتیجه چراغ سبز حکومت هم بوده باشه؟ آیا ارتباطی می‌بینید شما؟ شکی نیست که همونطور که گفتم دست کم بخشی از این سوء قصدها و فشارها مستقیما از طرف نهادهای اطلاعاتی و امنیتی علیه وکلا اعمال میشه. از طرف دیگه خب برخی از این فشارها هم در اثر تحریک این نهادها اعمال میشه، یعنی افرادی رو تحریک میکنن یا تطمیم میکنن یا به قول شما چراغ سبز نشون میدن برای اینکه علیه وکلا دست به سوء قصد بزنن یا اعمال فشار بکنن. ببینید در شرایطی که اساساً نهادهای اطلاعاتی و امنیتی برای کانونهای وکلای دادگستری در ایران هیچ ارزشی قائل نیستن، دستگاه قضایی هیچ ارزشی قائل نیست، اساساً پروتکل‌های حفاظتی که دیگر کشورها نسبت وکلا اعمال میکنن ما در ایران برای وکلا نداریم، پلیس و دیگر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بعضن آمدانه گزارش هایی که وکلا نسبت به تهدیدات علیه خودشون اعلام میکنن رو نادیده میگیرن. همه اینها در نتیجه میشه گفت که اگر نه مستقیم اما دست کم به طور مستقیم بخش زیادی از این فشارها از طرف نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و دستگاه قضایی در ایران علیه. سپاسگزارم. صحبت های آقای معین خزرعلی حقوقدان از مالمو سوئد رو شنیدیم. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.